صفحه صدر. اینجا دیگه لازم نیست ما عجله داشته باشیم، لازم نیست ما در اینجا خودمون رو گرفتار بکنیم. بگذاریم رسانه هامون، بالاخره این رسانه ها اگر با معیارهای قانونی اجازه گرفتن محدودشون نکنیم، در حد قانون. من عرض کردم ملاک قانون، چارچوب قانون، نه رسانه ها انتظار داشته باشند بیشتر از اجازه قانونی عمل کنند، نه نظام از اونها توقع بکنه که حق قانونیشون رو ندیده بگیرن. همه با هم بگذاریم یک فضای آرام، آزاد، انتقادی یا تأییدی هر دوش به وجود بیاد. من فکر میکنم اگر این فضا رو مسئولان ما، نیروهای انتظامی ما، نیروهای نظامی ما، نیروهای امنیتی ما انجام بدن، ما همه عضوی خانواده هستیم، همه آسیب دیده در راه انقلاب هستیم، همه جزء کسانی هستیم که در این جهاد طولانی دفاع مقدس سرمایه گذاری کردیم، هممون شهید در گلزارهای شهدا داریم، هممون جنباز تو منظر خودمون داریم. چرا باید یه جوری باشه که دیگران از راه‌های دور بیان برای ما نصره بپیچن؟ ما خودمون هستیم، ما اینقدر عاقل نیستیم، ما این نبانی رو نداریم، ما تجربه 30 سال اداره کشور رو نداریم، ما علما رو نداریم. مراجع ما که همیشه پشتیبان و حقیقتاً بدون توقع حوزه‌های علمیه در خدمت بودن، چرا باید بعضیشون برنجن؟ باید اونها رو کنار خودمون حفظ بکنیم، باید اونها رو پشتیبانمون بشیم، باید به اونها متکی باشیم هممون. این یک پارچگی رو اگر انشاءالله بتونیم فراهم بکنیم، من امیدوارم این خطبه نماز جمعه شروع یک تحولی در آینده باشه و بتونیم از این مشکلی که میشه اسم بحران روش گذاشت متاسفانه به خوبی عبور بکنیم، دوباره شاهد همدلی و همرزمی و همراهی و رقابت سالم هر کس مردم خواستن اونجور باشیم. خداوند شما رو نگه داره. خداوند نگهدار شما باشه. خداوند شما رو نگهدار. خداوند به شما توفیق بده محفوظ باشید و همیشه با همین روحیه در صحنه باشید. خیلی ممنونیم از شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. والسلام علیکم و رحمت الله.